ساعتی پس از سخنان رئیس جمهوری اوکراین و اعلام خبر اعتصاب غذای یولیا تیموشنکو در زندان تنش میان معترضانی که در خیابانهای کیف در حمایت از پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا تظاهرات کرده بودند با نیروهای پلیس شدت گرفت بر اساس گزارش ها معترضانی که در میدان اروپای شهر کیف گرد هم آمده بودند به خودرویی که گفته می شود مربوط به پلیس مخفی اوکراین بوده و برای جاسوسی در میان معترضان حضور داشته حمله کردند نیروهای پلیس نیز برای متفرق کردن معترضان با باتون و گاز با آنها درگیر شدند با گذشت چهار روز از اعتراضات مردم اوکراین ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور طی سخنانی تلویزیونی گفت کسی نمیتواند رویای ما را درباره اوکراینی با موقعیت های مشابه با یک اوکراین اروپایی از ما بگیرد همچنین کسی نمیتواند ما را از راهی که در پیش گرفته ایم دور کند همزمان وکیل تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین از آغاز اعتصاب غذای او در زندان خبر داد در بخشی از نامه خانم تیموشنکو خطاب به معترضان که توسط وکیل وی خوانده شد آمده است به نشانه اتحاد و همبستگی با تمامی کسانی که در خیابان‌های اوکراین برای خواسته خود می‌جنگد، من نیز اعتصاب غذا می‌کنم و از یانوکوویچ می‌خواهم توافقنامه مبادلات آزاد تجاری با اتحادیه اروپا را امضا کند آزادی یولیا تیموشنکو یکی از شروط اصلی اتحادیه اروپا برای امضای این توافقنامه تجاری با اوکراین است